مهارت‌های زندگی قسمت 511 بی اجازه. ای وای، مواظب باش آقا فرهنگ. نه ترس بابا، داشتم تمرین تعادل می‌کردم. سلام بر قهرمان ژیمناستیک. سلام، تو اینجا چی کار میکنی؟ چطور اومدی تو؟ سلام آبجی، با این دیده خونه ما دسته تو چی کار میکنی؟ یادت نیست میخواستیم برین سفر دادنش به من بیام گلدونا و باغچه‌ها رو آب بدم؟ من یکی از روش زدم تا دیگه هر وقت خواستم بیام اینجا راحت باشم. راحت باشی؟ آره بابا، من که غریبه نیستم. این چمدون چیه؟ از سفر اومدی؟ نه، تازه اومدم سفر. ببخشید. الو چی؟ هر کاری دلت میخواد بکن، شما معنی صمیمیت رو نمیفهمین. باره بابا. خب من تو کدوم اتاق وصل بمونم؟ بمونی؟ چی میگی سراب؟ مگه نمیبینی داریم خانه تکونی میکنیم؟ ما خودمون جا نداریم واسه خوابیدن تو این شلوغی که. من میگم اینجا سر انقدر به هم ریخته است. بله، یه چند روزی هم طول میکشه. بکشه، من که غریبه نیستم. سلام دایی زهرا. سلام دایی جان. پریا بابا، اون سنگینه برای تو، بده خاندایی ببره تو حیات. باش، بفرمایید. دایی جوزلو، اومدی کمک بو. سلام سیزه. درست سدی پسرم، بده اونم ببره تو حیات. بگید دایی جونم، چقدر سنگی بود پریا. مرا چرا میخواین اینا رو ببرین تو حیات؟ نفهمیدی؟ قالیچه رو اونجا میشوری، خاک گلدونم عوض میکنی. ای آقا فرهنگ، داداشم تازه رسیده، بعدشم مهمونه. خانم مهمون کجا بود؟ سراب از خودمونه، اومده کمک. آخ 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 آخ. چی شد داداش؟ کمرم گرفت، چند وقت یه بار اینجوری میشم. آبزی بهتر من برم، با این اوضاع دست و پاگیر میشم. باید مریض داریم بکنی. با اجازه، خداحافظ. کجا میری؟ صبر کن حالا. خانم بشمون کلیدم ازش بگیر. توپتو برداشتی دانا؟ بله. اینم از میوه. خب زودتر را بیفتیم که عباس آقا اینا منتظرم. پس پیش به سوی دشت و دمن. خیلی خوش اومدین آقا سهراب. ممنون. آبزینا گذان رفتن سفر چند روزه. خب به سلامتی. میگم اتفاقی افتاده؟ نه چطور؟ آخه بی خبر تشریف آوردین از اون جهت. داشتیم آقا رضا، مگه من غریبم؟ نه، منظور من این نبود. دایی سهراب کی میخوای بری؟ قربون دل کوچیکت برم، نگران نباش دایی، اومدم دوره هم یه چند روزی خوش بگذرونیم. چیکار داری؟ بازم که مزاحمم شدی تا؟ شما فضولی؟ تو چیکار داری من کجام؟ بابا میگم بهتر نیست بریم، دیر شد، محسنینا منتظرن. چجوری بریم؟ مهمون داریم. خب داییرم با خودمون ببریم، ماشینمون جا نداره دیگه. خب بمونه تو خونه تا شب برگردیم، تازه میتونیم از دایی بخوایم بره فردا بیاد. این چه حرفیه بابا؟ آقا سهراب مهمون ماست، مهمونم حبیب خداست، درست نیست حالا که اومده بریم بیرون. رضا جان بلند شو یه زنگ بزن به عباس آقا، عذرخواهی کن. چشم. نگران نباش دانا جان، قول میدم در اولین فرصت دوباره قرار بذاریم و بریم. کجا؟ زایست بگیم ما هم بیایم. با اجازه من میرم تو اتاقم. سو بابا بزرگ، نکنه این بچه به خاطر که من فقط چند روز اینجا میمونم پکر شده. میخوایم بیشتر بمونم. دستا بالا بیاره کرد تایزون، ببینم داشتی چی کار میکردی؟ مطالعه. پس چرا حال شدی؟ خب آخه شما در نزده اومدین تو. در نزده؟ مگه اینجا مدرسه است؟ آقا اجازه میشه بیایم تو؟ حرفایی میزنی آدم شاخ در میاره دایی. مگه من قریبم؟ ای بابا اینجام که نیست. دنبال چیزی میگردی دایی جان؟ خودکار. اونجا چند تا هست که من عادت دارم جدول و فقط با خودکار سبز حل میکنم. اینا بدرنگن. آقا سهراب ببخشید. ای بابا بازم که مزاحم شدی. من کجام؟ من خونه خواهرمم. مخلص آقا بزرگم هستیم. آدرس اینجا رو بهت نمیدم. از ببینم کجا میای آقا سهراب؟ مثل اینکه من تو عمومم. یه جوری میگه عمومم که انگار بابا اوله تنت دیگه داری میای بیرون. ولی هنوز نیومدم که. بابا من که غریبه نیستم. حالا چی کار داری؟ میخوای دوش بگیری؟ حوله بدم؟ نه بابا دنبال این ماشین اصلاحت میگردم، برقیه. ماشین اصلاح من؟ نگران نباش، با الکل میشورم مریضی نگیرم ازت. تو اتاقم، بذار خودم بهت میدم. نه اونجا نبود، گشتم. اتاق منو رفتی گشتی؟ اونجا که هیچی، بقیه اتاقارم زیر رو کردم. نیست که نیست. ببخشید آقا سهراب، اتاق من چی؟ اونجا رو هم گشتی؟ اونجا رو دوبار. ولی من یادم نمیاد اجازه داده باشم. شما تو اتاق رو تختتون خواب بودین دیگه، گفتم بیدارتون نکنم. راستی رضا جون میوه‌های یخسال تمام شده با. برو یکم واسه این بچه میوه بخر جون بگیره. دایی شما رفتی سر یخچال ما؟ باز خوبه من سر زدم فهمیدم، وگه نه بابات از کجا میفهمید؟ قراره باشم مهمون بیاد. نگرانی نداره دایی، الان میفهمیم. بله بفرمایید. خودم هستم. اینجا رو چجوری پیدا کردم؟ ای روزین دیگه کار ما تمام شد. بی زحمت کرایه ما رو بده ما دیگه رفت زحمت کنیم. در ضمن خونتون گفت خواستی خونه بگیرید فقط اطراف اون محله نباشه، اونجا نیاید. آی چرا خوشگپ زدی؟ آقا وانتیه دوستتون بود. اینا چیه آقا سهراب؟ وسایل خونه. حیف من که این همه خاکی بودم و صمیمی. که تو مگه؟ هم خونه بی معرفتم، من از خونه بیرونم کرد. دایی قصه نخور، فعلا میتونی بیای اتاق من بمونی تا مهسا برگرده. داستان چی آقا سهراب؟ فکر میکنی چرا این کارو کرده؟ آدم عجیبی بود، به صمیمیت حساسیت داشت. خب من گاهی از تو کشوش لباس برمی داشتم، البته میذاشتم سر جاش. گاهی هم از لپتاپش استفاده میکردم. یعنی بی اجازه میرفتی تو اتاقش؟ اجازه چیه؟ ما که غریبه نبودیم، صمیمی بودیم. تازه یه بارم در اتاقش نمیدونم چرا قفل شده بود، کلی پول دادم کلیدساز بیاد بازش بکنه. این از اینا رو نمیبینه که، فقط لنگ اجاره است. لیاقت این همه صمیمیت رو نداشت. من که بهش حق میدم. دایی شما دیگه خیلی اذیتش کردی. چطور؟ تازه تعجب میکنین. دایی اون آقای دوست نداشته کسی به اجازه بره تو اتاقش، بره سر وسایلش. طبیعیه. خب طبیعیه؟ البته الان که براتون تعریف کردم و خودم فهمیدم چی کار کردم. اجازه باعث میگرفتم. ای بابا، راضی به این همه تشویق نبودم. ای فوتبال امروز فکر کنم گل زدن. صدا از خونه همسایه بود. حالا زاخا با چی کار کنم؟ اونم درستش میکنیم. فعلا بیا بریم تو، برات یه هدیه دارم. هدیه؟ هدیه از چی؟ تولدمه؟ باشه، اینکه متوجه شدی داستان از کجا آب میخوره. آها، خب شما زحمت نکشین، خودم میرم از اتاقتون ور میدارم دیگه. آی سرون، به همین زودی یادتون رفت؟ چیز داشتم شوخی میکردم. عجب. بابا چه خطی داره آقا بزرگ، دستش درد نکنه. آویزون کردم جلوی چشمم، همچین آویزه گوشم شه. همخونه ای قرار نیستی که؟ نه خیر. میگم اجازه است برم تو عمو؟ داشتیم آقا سهراب. شوخی کردم بابا، مهمون نمیخواد. بفرمایید تو، قدمت رو چشم. با اجازه.